میخوام یک آیه رو از رساله به عبرانیان برای شما بخونم. در فصل 4 آیه 15 و 16 در رساله عبرانیان ما اینو میبینیم: زیرا رئیس کاهنی نداریم که نتواند هم درد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. در مورد عیسی مسیح میگه: پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را یاری میکند. همونطور که گفتم از فصل 4 عبرانیان هستش، آیات 15 و 16. این دو آیه واقعا آیه معروفی هست برای بسیاری از مسیحیان، مخصوصا زمانهایی که در سختی‌ها و ناراحتی‌ها هستن که اغلب در زندگی با این چیزها روبرو میشیم. به وجود آدم تسلی میریزه، به وجود آدم قوت میریزه، مخصوصا اینکه موانع و سختی‌ها به سراغ ما میاد. ولی در عین حال این آیات از یک کتابی برداشته شده که خود اون کتاب پر از ابهامه، پر از مسائل و سوالهایی هستش که انسان با میمونه که چطور از پس این ابهامات بخواد بر بیاد. مسلمه که نویسنده این رساله، هر کسی که هست، ما نمیدونیم که نویسنده چه کسی هست، حدسای مختلف بر اساس سبک نگارش گفته میشه. یه عده میگن چون نویسنده ای توانا بوده، به عهد عتیق وارد بوده، به عهد جدید وارد بوده، تونسته با هم مقابله کنه، پس پولس هستش. ولی خب سبک نگارش، کلمات و چیزایی که در اونجا هستش میبینیم با دیگر نوشتای پولس یک مقدار فرق میکنه. یه عده دیگه میگن اپولوسه، یه عده دیگه میگن افراد دیگر هست. ولی در هر حال نویسنده این رساله، هر کسی که هست، واقعا توانا بوده و مطمئنا عالم بوده به اون چیزی که میگفته، در این حال مسیحی بوده، متعهد و سرسپرده. ولی واقعیت این هستش که هیچ کدوم اینها این سوال رو از میان بر نمی داره که اصلا این رساله برای چه چیزی نوشته شده. ببینید، چیزی که این رساله رو مشکل می کنه برای بسیاری از مسیحیان، برای همینم تا بهش نگاه می کنن سعی می کنن که از کنارش در برن و اونو نخوننش، مثل کتاب دیگه که لاویان باشه در عهد عتیق، واقعا دو تا مسئله مهم هست. اولین چیزی که باعث میشه که این رساله سخت باشه این هستش که موضوعاتی که این رساله داره مطرح میکنه جزء صحبت‌های روزمره ما نیستش. ما مسیحیان وقتی که جمع میشیم میخوایم از کلام صحبت بکنیم، مطمئن باشید در اون صحبت‌های روحانی که با هم رد و بدل میکنیم، از این چیزهایی که در این رساله ازش صحبت به میون میاد با در مورد اونها صحبت نمی کنیم. حتی خادمین هم وقتی که با هم جمع میشیم و قاعدتا باید در این زمین ها صحبت بکنیم، روی صحبتهای روزمره ما این چیزها نیستش. مثلا در اول، در همون فصل اولش، ما با موضوع پیچیده فرشته ها میبینیم که مطلب تو اینجا شروع میشه، که البته برمیگرده از مزمور 95. میبینیم که در اونجا در ادامه صحبتش از در مورد فرشته ها، وقت صحبت از آرامی خدا میکنه و وارد شدن به آرامی خدا، و بعد از اون هم میبینیم که صحبت رو میکشه به ملکیصدق و بعد از اشیای خیمه اجتماع صحبت میکنه، و بعد در انتها میبینیم به خواننده میگه که حالا بریم بیرون اردوگاه. این چیزایی که گفتم اینا چیزای نامانوسه، اینا چیزایی نیستش که در صحبت‌های روزمره روحانیمون بخوایم در موردش صحبت بکنیم. ما آخرین باری که با دوستانمون در این زمینه صحبت کردیم که بود؟ من که خودم یادم نمیاد. البته وقتی که ما به این رساله نگاه میکنیم، همیشه آیاتی درش وجود داره که آیات برجسته است، به وجود ما قوت میریزه، مثل همین آیه‌ای که براتون خوندم در فصل 4 که داره مطرح میکنه که عیسی مثل ما شد، دقیقاً همون چیزهایی رو که ما توش قرار گرفتیم، دردها، سختی‌ها، او هم این مسیر رو رفت، برای همینم به خوبی میتونه دردهای ما رو بفهمه. بله، این چیزها در اونجا هست. یا اگر از این جلوتر بریم میبینیم که در فصل 11 یه لیست بلند بالایی
از قهرمانان ایمان مطرح میشه که در راه ایمان خودشون چه کارها کردند، و یا بعد اون در باب 12 میبینیم که در اونجا داره ما رو تشویق میکنه که در این مسیری که داریم از مسیح پیروی میکنیم به چه شکل باید جلو بریم، که میگه که با صبر در اون میدان بدویم. و بعد در فصل 13 میبینیم که میاد و میگه که پس خدای سلامتی، اون خدایی که عیسی مسیح، خدایی که واقعا شما رو آورده به نجات، اون با شما باشه، که این کلمه برکت رو ما اغلب در دعاهامون به کار میگیریم، از این آیات وجود داره. ولی حتی وجود این آیات هم این ابهام رو از این رساله بر نمیداره. ما صرفا این آیات رو مثل این که یک سینی میوه در مقابل ما گذاشته شده و ما دست راز میکنیم و هر کسی به طبع خودش یه چیزی رو ور میداره و میل میکنه. این اولین مسئله ای هستش که در راه این فهم این رساله وجود داره. مشکل دومی که در این رابطه وجود داره اینه که صحبت این رساله روی قربانی متمرکز هست، که با قرن 21 و این مسئله قربانی کردن حیوانات باز هم یک چیز نامانوسی هست. الان چنان دیگه این حمایت حیوانات و اینا گروه هاشون زیاد شده، اونقدر دیگه دنیای ما در حالت نازنازی خودش به قولی پیش رفته، که حتی میبینیم که در رسم اسلامی هم که قربانی اینقدر مهم هستش، اونها هم شیوه ها رو عوض کردند. شما اگر ببینید که فرض کنید کنار خیابون دارن گوسفندی رو سر می برن، شما خودتون که وای نمیستید، چه به این که بذارید که بچهتون اونو نگاه بکنه، میگید آی 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 این در رویه بچه من اثر میذاره. برای همینم هم هستش که وقتی که شما با رساله‌ای روبرو هستید که داره مطرح میکنه از سیستمی که درش قربانی حیوانات وجود داره، یک جورهایی احساس میکنید که باید خود رو کنار بکشن. حتی برخی از مسیحیان تا به اون حد از این قضیه خودشون رو کشیدن کنار که میگن آقا اینا استعاره بوده، حقیقتا که اتفاق نمی افتاده، در حالی که حقیقتا اتفاق می افتاده، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. پس سوال اینه، ما چطور میتونیم عبرانیان رو بخونیم، چطور میتونیم عبرانیان رو بفهمیم، و چطور این رساله میتونه ما رو در این زندگی که در پیروی از عیسی مسیح داریم، در این شاگردی که در از عیسی مسیح میکنیم، ما رو کمک بکنه. در این رابطه برای شما سه پنجره رو باز خواهم کرد که اگر از اون پنجره ها به این رساله نگاه بکنید، شاید این رساله براتون جا بیفته. پنجره اول، رساله به عبرانیان تصویری قانع کننده از عیسی به ما عرضه می کنه. تصویری قانع کننده. بسیاری از شما باز میایید میگه برادر فریدون من یه سری سوالات دارم، دوستان مسلمان من، خانواده‌های مسلمان من میان از من سوالاتی رو میکنن که میخوام به اونها بگم که چرا آقا من از دین خودم اومدم به ایمان مسیحی و مسیح رو به عنوان خداوند خودم پذیرفتم. شاید برای شما عزیزان این کمک کنه. در اینجا در رساله عبرانیان ما میبینیم که عبرانیان داره مطرح میکنه و مسائلی رو عنوان میکنه که فرد رو قانع میکنه که چرا عیسی. ما وقتی که نگاه میکنیم به فصل اول، در فصل اول رساله به عبرانیان خیلی قشنگ مستقیم وقت آب خوردنه نه نیسانوس نه طلبیدو مراده رساله به عبرانیان در فصل اولش خیلی رک و مستقیم داره مطرح میکنه که مسیح عیسی پسر خداست و میگه که برتر از فرشتگانه. بله، مسیحیان اولیه تو این فکرا بودن که آقا عیسی مسیح اون هم یه نوعی فرشته است. نویسنده عبرانیان برمیگرد میگه نه 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 ابدا ابدا او فرشته نیست، او پسر خداست، از فرشته ها به مراتب بالاتر و برتر هستش. و بعد خیلی سریع برمیگرده در فصل دو مطرح میکنه که میدونید چیه؟ عیسی که پسر خداست، او حقیقتا بشر هم هست. خدای کامل، حالا
بشر هم هست، بشری که میبینیم که در انتهای فصل دو همین قسمتی رو که در آیه براتون خوندم داره مطرح میکنه که همدرد ما میشه، تمامی آن چیزهایی رو که ما به عنوان یک بشر توش فرو میدیم، تمامی اون آزمایشات، مسیح هم جلوتر از ما میبینیم که اون مسیح رو داره مطرح میکنه. ولی یک مسئله دیگر رو بهش اضافه میکنه و اون اینه، میگه که درسته که مسیح بشر شد و وقتی که به آسمان رفت داره تأکید میکنه که او کماکان در اون حالت بشریش و در اون حالت خداییش اون بالا هست. شما فکر نکنید که مسیح وقتی که به آسمان رفت اون بالا برگشت و شد در واقع شخص سوم از اون خدای واحد. نه، اون که جسم پوشیده بود الان در آسمان هم بشر کامل کماکان و هم خدای کامل در دست راست خدا و ما رو داره اونجا شفاعت میکنه. مسیح کماکان در اونجا میگه که بشر هم هستش. پس او دوباره به وضعیت قبل از تجسم بر نگشته. و بعد در فصل 3 و 4 میبینیم که نویسنده داره مطرح میکنه و میگه که مسیح از فردی به اسم یوشع هم بالاتره. خیلی جالبه که اسم مسیح هم در ترجمه یونانیش و هم در ترجمه عبریش همین یوشعه. من نمیدونم که چرا در ترجمه عربی تبدیل شده به عیسی، برای اینکه قاعدتا بر اساس قواعد زبان اگر از عبری و آرامی به عربی میخواست ترجمه بشه باید میشد مثلا یوسع یا یه جوری از همین مشتقات، نه عیسی. ولی میبینیم که در اینجا مطرح میکنه، میگه که این مسیح از اون یوشع هم برتره. یوشع که بود، یوشع جانشین کی بود؟ جانشین موسی بود و قرار بود که این یوشع قوم بنی اسرائیل رو وارد سرزمین آرامی بکنه، وارد وعده خدا بکنه، وارد اون جایی بکنه که در اونجا آرامی خدا قرار بود ساکن باشه، برکت قرار بود ساکن باشه. و داره مطرح میکنه که نه، اون یوشع واقعی این عیسی مسیحه و این عیسی مسیح هستش که قرار ما رو به اون سرزمین موعودی که پدر گفته که کنعان نبود بلکه سرزمینی که حضور خدا در اونجا هست، این عیسی قرار ما رو به اونجا ببره. در فصل 5 و 6 و 7 در اونجا میبینیم که رساله به عبرانیان مطرح میکنه که این عیسی کاهن اعظم حقیقی است. و وقتی که صحبت از کاهن اعظم حقیقی میکنه، صحبت فردی میاد به اسم ملکیصدق که با این ملکیصدق ما در کتاب پیدایش در داستان ابراهیم باهاش روبرو میشیم. و داستان چی هست؟ این ملکیصدق چطور در اینجا حاضر شد؟ پس در این رابطه باید بهتون یه توضیحی بدم. ببینید، برای کلیسای اولیه اینکه عیسی از خاندان داوود باشه مشکل ایجاد میکرد. برای اینکه عیسی که از خاندان داووده میتونست مسیح موعود باشه، میتونست پادشاه موعود اسرائیل باشه، ولی بر اساس آنچه که ما در مزمور 110 فکر کنم در اونجا داریم که در اونجا صحبت از پادشاه ابدی میکنه مسیح موعود و در عین حال در مورد مسیح موعود میگه کاهن ابدی. و اینجاست که مشکل پیش میاد. مسیح از خاندان داوود میتونه پادشاه باشه، مسیح موعود باشه، ولی نمیتونه کاهن باشه، برای اینکه کهانت از خاندان هارون هستش و مسیح از خاندان هارون نبود. و اینجا نویسنده عبرانیان داره مفهوم رو برمی‌داره، مطرح میکنه که این مسیح از اون کهانتی که هارون و خانوادش داشتن به مراتب بالاتره، برای اینکه کهانت مسیح بر نمیگرده به اصل و نسب، بلکه کهانت مسیح بر میگرده به دعوت خدا. برای همینم شما کاهن اعظمی رو دارید که از اون کهانت بالاتر و برتره و چون وصل هستش به مسیح موعود، به پادشاه اسرائیل، کهانتش
ابدی هستش و داره مسیحی رو مطرح میکنه که همدرد ضعف‌های ما هست و این مسیح چون کهانت ابدی داره هر کسی از هر نژاد از هر زبان میتونه بیاد نزد این کاهن و از طریق این کاهن بتونه نزد خدا بیاد و داره مطرح میکنه به این خوانندگان خودش که عزیزان من ببینید مسیح در هر مطلب از آن چیزی که شما باور دارید بر اساس عهد عتیق مسیح بالاتر است. و بعد ما میبینیم که در فصل 8 تا 10 مطرح میکنه اون مسیح که کاهنه در این حال خودش قربانی هستش که من بعدم برمیگردم برش. در فصل 11 لیست بلند بالایی از قهرمانان ایمان رو مطرح میکنه که در دیگر نوشته های عبری هم از این لیست ها وجود داره. آنچه که در این گونه لیست ها مهم هستش اسم آخریه که در انتهای لیست میاد، مثل این هرم که اینجوری میره بالا، اون قهرمان اصلی در آخر سر وارد میشه که وقتی که ما وارد باب 12 میشیم در همون آیات باب 12 اوایل باب 12 مشخص میکنه که این قهرمان کیه. بنابر این چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرد خور داریم، هر بار سنگین و گناهی رو که ما رو سخت میپیچه دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما گذاشته شده است بدویم و به سوی رهبر، اون اسم آخر که در ریش اومده، به سوی رهبر و کامل کننده ایمان یعنی عیسی مسیح چشم بدوزیم که به خاطر آن خوشی که بیش روی داشت بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست خدا نشسته است. پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، چرا مبادا در دلهای خود ضعف کرده خسته بشید. بیایید از آخر بریم به اول. رساله به عبرانیان داره مطرح میکنه که این قهرمان ایمان، کامل کننده ایمان ما عیسی مسیح که در واقع تمامی این قهرمانان ایمان عهد عتیق چشمشون رو به او دوخته بودن و به خاطر این چشم دوختن به او این همه مصائب رو اینها تحمل کردن، او کاهن اعظم ماست. او کسی است که ما رو قراره به حضور خدا به سرزمین موعود حقیقی ببره، در جایی که آرامی شالوم برش استوار هستش. اوست کسی که بشر شد، همدرد ضعف‌های ما شد و میتونه ما رو درک کنه. میتونیم بریم نزدش و دردهامون رو بهش بگیم و او میدونه که ما داریم چی میکشیم، برای اینکه خودش قبلا این راه رو رفته. و این کسی که همدرد ما، همدرد دردهای ما شده، او پسر خداست. از آخر دیدیم میاره به اول. و وقتی که به انتهای باب 12 میرسیم، پس اینجا دیگه خیلی طبیعیه در فصل 13 نتیجه بگیره و بگه که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا به ابد همانه. عوض نمیشه. دیروز، امروز، تا به ابد عیسی مسیح همان هستش. شبان اعظم گوسفندان، کسی که از مرگ دوباره زنده میشه. عزیزان، این اون تصویری هستش که رساله به عبرانیان داره از عیسی در جلوی چشم ما میگذاره. عیسایی که میتونه در این زندگی برای ما رهبر باشه، راهنما باشه. و همین عیسی داره از من و شما دعوت میکنه که از او پیروی کنیم. در این مسیری که او رفته، ما هم قدم به قدم بریم دنبالش. چرا؟ برای اینکه به غیر از این عیسی کس دیگه‌ای وجود نداره. او برتر از تمامی آن چیزهایی است که یک مذهب میتونه به انسان عرضه بکنه. یک فلسفه که اصلا حرفش رو نزنیم، برای اینکه چیزی نداره که عرضه بکنه. و جالب اینه که در قلب این تصویری که از عیسی عبرانیان مطرح میکنه، ما صلیب مسیح رو میبینیم. یادتون هست گفتم از فصل 8 تا فصل 10 در اونجا صلیبه که اوج رنج هاست، که اوج همدرد شدن با دردهای ماست، اوج طرد شدن ها از جانب انسان هاست.
پس رساله به عبرانیان در پنجره اول خودش داره مسیح رو به ما مطرح میکنه، کاهن اعظم بشری، کاهن اعظم بشری که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مصلوب میشه. پنجره دومی که در این رساله ما رو کمک میکنه که درکش کنیم این هستش که این رساله به ما درک درست از عهد عتیق رو عرضه میکنه. بزرگترین دلیلی که مسیحیان زیاد به این رساله عبرانیان نزدیک نمیشن به خاطر ندانستنشون از عهد عتیقه. برای اینکه خیلی چیزها در عهد عتیق هستش که اینها اونو نمیدونن، برای همین آنچه که در اینجا گفته میشه براشون جا نمیفته. واقعیت این هستش که رساله به عبرانیان داره مطرح میکنه که آقا عهد عتیق بخش پایانی نداره. چرا نداره؟ برای اینکه عهد عتیق دائم داره به ما ورای خودش اشاره میکنه، به ما ورای خودش، به پسر خدا که برتر از فرشتگانه. عهد عتیق فرشته ها رو داره، به پسر خدایی که انسان شد داره مطرح میکنه، به یوشع حقیقی مطرح میکنه، به کاهن اعظم مطرح میکنه، به قربانی مطرح میکنه، به لیست بلند بالا اون فردی که قهرمان چی میگن کامل کننده ای ایمانه، داره اینا رو مطرح میکنه، در خودش نداره. در واقع واضحتر بهتون بگم عهد عتیق آن چیزی رو که داره ازش مژده میده خودش اونو نداره و اون نجاته. برای نجات داره به عیسی مسیح و به صلیب عیسی مسیح اشاره میکنه. برای همینم عهد عتیق رساله عبرانیان میگه که عهد عتیق بخش پایانی رو نداره، بخش پایانیش آن چیزی هستش که در قراره در عیسی مسیح جامعه عمل بپوشه. برای همینم عبرانیان به ما میگه که ما لازمه که این عیسی رو پیروی کنیم. چرا باید این عیسی رو پیروی کنیم؟ خیلی راحت. در فصل 1 از فرشتگان صحبت میکنه و در اونجا میگه که این فرشته ها چی بودند؟ این فرشته ها مطیع برتر از خودشون بودند. که این شخص برتر از خودشون کی است؟ عیسی مسیح. در فصل 2 عهد عتیق صحبت از این میکنه که تمامی دنیا مطیع قانون بشری میشه. کدوم بشر؟ عیسی مسیحی که بشر شد. کی این اتفاق خواهد افتاد؟ وقتی که عیسی مسیح در اون آسمان در تخت خودش میشینه، هر زانویی به اسم او خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداونده. در فصل 3 و 4 عهد عتیق میبینیم که از زمان آرامی صحبت میکنه. یادتون گفتم اینها برای ما نامانوسه. از اون زمان، از دوران آرامی صحبت میکنه. ببینید ما این زمان آرامی رو به عنوان وعده در نوشته های انبیایی که بعد از ورود یوشع به قوم کنان داشتن میبینیم که هنوز نشون میده که آقا وارد اون آرامی نشدند و قرار این آرامی توسط یوشع واقعی، توسط عیسی مسیح قراره که صورت بگیره. در فصل 5 و 6 عهد عتیق صحبت از پادشاهی میکنه که در این حال کاهنه. چطور ممکنه در سیستم یهود این اتفاق بیفته حالان که پادشاهی از خاندان داوود و کهانت از خاندان هارون؟ مگر اینکه در عیسی مسیح که کهانتش میره به ملکی صدق و از خاندان داووده این مسئله صورت بگیره. و نهایت در فصل 8 تا 10 عهد عتیق صحبت از عهد جدیدی میکنه که در اونجا یک بار برای همیشه با مسئله گناه روبرویی انجام میشه، با مسئله گناه برخورد جدی میشه و گناه از صحنه زندگی انسان یک بار برای همیشه از بین میره. و اونجا نشون میده که در واقع اون توافقی که بین خدا و قوم اسرائیل که به اسم عهد عتیق معروفه انجام شده، یک توافق موقتی بود. آنچه که قرار بود اتفاق بیفته آن چیزی است که در عهد جدید داریم که اون رو عیسی مسیح و صلیب عیسی مسیح در واقع جامعه عمل
میپوشونه. بنابراین وقتی که ما اینها رو در رساله عبرانیان کنار هم دیگه میذاریم، ما تصویر عیسی مسیح رو داریم و این الزام رو میخوای بدونی چرا و به چه شخصی باید تو پیرو باشی؟ عیسی مسیح تنها کسیه که میتونی پیرویش کنی. چرا؟ برای اینکه این عیساست که میتونه تو رو به مقصد برسونه. بدون این عیسی تو به مقصد نخواهی رسید و دلایل خودش رو مطرح میکنه. ممکن شما برگردید بگید بعد از فیروز اینجا رو یه خورده ترمز کن، مگر این رساله به یهودی ها نوشته نشده؟ میگیم بله. مگه این رساله به یهودی های نوشته نشده که به خاطر زحمات و سختی ها در ایمانشون یه خورده شل داده بودند و این رساله رو نویسنده رساله برای این می نویسی که اونها رو، یهودی هایی که داشتن شل می دادن که برگردن به دین قبلیشون، اونها رو مجاب کنی که آقا بر نگردید. چرا؟ برای اینکه زمانی که شما دیگه اصل رو دارید، برگشتن به فر دیگه چیز مسخره‌ایه. میگیم بله کاملا درست. میگه خب به ما چه ربطی داره؟ ما کلیسای ایرانی در قرن 21 ما که این مشکل رو نداریم. اگر یه خورده دقیق تر فکر کنیم، اتفاقا ما این مشکل رو داریم. چرا ما این مشکل رو داریم؟ برای اینکه همیشه در زندگی ما این سوال چرا عیسی حالت مقایسه رو برای ما پیش میاره و ما در این مقایسات واقعا عیسی رو در جای درست در زندگی خودمون قرار نمیدیم. همیشه در یک جایی شلکن سفت کن داریم. یه لحظه تصور کنید اگر ما حقیقتا باورمون بر این باشه که عیسی پسر خداست، دیگه وقتی با مردم صحبت میکنیم ویراج نمیدیم، یه جوری حالا این پسر رو یه کار دیگه بکنم. این فقط مخصوص ما نیست، الان یک گروه جدیدی به وجود، جدید که نه، چندین سال به وجود اومده که میگن که این پسر خدا یه جورهایی داره در مردم ایجاد مقاومت میکنه، پس بیایید اونو عوضش کنیم. چه عوض بکنیم؟ میگن آها بیایم اونو بگیم مسیحه. ولی چیزی که دارن این افراد اشتباه میکنن اینه که مسیح یه شروع داره. مسیح موعود یک خدمتیه که با گناه بشر میبینیم که مسیح وارد صحنه میشه، در حالی که پسر، پسر ابدی خداست، شروع نداره. و وقتی که ما شروع میکنیم انگولک کردن، اون موقع هستش که الهیات بد داریم، الهیاتی که در مواقع تنگی به هیچ دردمون نمیخوره. مسیح پسر خداست، مسیح بشر به شکل کامله، مسیح وقتی در روی صلیبه کاهن اعظم بشری ماست که داره راه رو برای من و شما، برای ورود به اون نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده، بتونیم وارد بشیم. در یک چنین الهیاتی هستش که نتیجه صلیب میاد در زندگی ما خودش رو نشون میده. برای همینم میبینیم که در فصل 12 میگه آقا نگاه کنید به این عیسی، نگاه نکنید به اون عیسیهای چاخانی که در ذهنتون به وجود میارید، نگاه کنید به این عیسی، برای اینکه تا زمانی که چشتون به این عیساست خسته خاطر نخواهید شد. بعضی وقتا الهیات ما یه خورده هم چاخانتر میشه. اینجا داره میگه که او همدرد با دردهای ماست، نمیگه که ما رو از دردهامون آزاد خواهد کرد. بی خود این صحنه رو تو ذهنمون، میگه همدرده. یعنی چیکار میکنه؟ من دارم درد میکشم، میاد میشینه پیش فریدون، با فریدون گریه میکنه. همدردی اینه دیگه، نیست؟ یا من بد میفهمم؟ همدردی اینه، میاد با ما همدردی میکنه، میاد با ما تسلی، به ما تسلی میده، به ما قدرت میده که تحمل کنیم. اگر غیر از این بود، تمامی اون قهرمانان ایمان که داشتن به عیسی نگاه میکردن، آخر داستانشون همه خوب و عالی بود. همه خوب و عالی هست، برای اینکه داستان اونا آخرش تو آسمانه. ولی واقعیت اینه که اگه ما به این زمین داریم نگاه میکنیم، داستان اونا همه در آخرش قهرمان میمیره، اونم به وضع وجی. اونها اینا رو تحمل کردن برای اینکه هدفی وجود داشت. و مسیح داره مطرح میکنه که ببینید هدف اینه، هدف اینه که چطور اونها شاهد بودند در این عقب من اومدن، شماها هم خوانده شدید که شاهد باشید در این دنبال من اومدن. بنابراین به خودتون این وعده رو ندید که من در نام عیسی مسیح بشکم میزنم و مسائل و مشکلات میرن. نه، مسائل و مشکلات نمیرند،
آنچه که باقی میمونه شهادتی است که شما میدید، و داره میگه که به عیسی نگاه کنید، مبادا خسته خاطر بشوید و بیفتید. به عیسی نگاه کنید، نازنازی نباشید. آنچه که داره عبرانیان اینجا مطرح میکنه، عبرانیان درک درست از عهد عتیق به ما میده، و در این حال عبرانیان داره مطرح میکنه که حواستون باشه وقتی که انسان گناه کرد، یهو خدا با یک چیز غیر مترقبه روبه نشد، برگرگه دیدی عیسی مسیح، دیدی چی شد، این انسان گناه کرد. نه، خدا میدونست این انسان گناه خواهد کرد، خدا از همه چیز خبر داشت، برای همینم پیش از این که دست به آفرینش بزنه در قرنتیان میگه که مسیح بر روی فسح ما در راه ما پیش از آفرینش جهان ذب شد. در نقشه خدا قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته آفرینش نقشه نجات بود، برای همینم به محض اینکه انسان گناه میکنه یه نقشه نجاتی به وجود میاد یا شروع به کار میکنه که روش فکر شده، دقیق روش نقشه بندی شده. بنابراین عزیزان من، وقتی که دارم مطرح میکنم که صلیب عیسی مسیح مرکز ایمان ماست و به اون بچسبیم، به عیسی بچسبیم، ما به پرکاه نمیچسبیم، ما به صخره محکم میچسبیم که ابدا جنبش نمیخوره، زمین و زمان زایل میشه، این صخره جنبش نخواهد شد. جلال بر نام عیسی مسیح. پنجره سوم رو بگم و قضیه رو تمومش کنم. عبرانیان داره عیسی رو به ما به عنوان قربانی نهایی مطرح میکنه. ببینید عبرانیان چطور داره به قربانی نگاه میکنه. عبرانیان داره میگه که ما انسانها مخلوق خدا هستیم که تحت خداوندی خدا بر این جهان گذاشته شدیم که بر این جهان رو اداره کنیم، حکومت کنیم، در واقع جهان رو مدیریتش رو داشته باشیم. وقتی که وسوسه میاد، وسوسه در واقع اینه که مسیح هم به اصطلاح در فصل 4 متا میبینیم که یه همچین اتفاقی میفته. وسوسه وقتی که میاد، وسوسه اینه که ما از این جهانی که خدا مال خداست، ما تحت سروری خدا بر این جهان به عنوان مدیر گذاشته شدیم، یه جورهایی ازش گریز بزنیم و برای منافع شخصی خودمون استفاده کنیم، یواشکی حالا یه چیزی هم به ما برسه. و اون در واقع وسوسه میبینیم که انسان رو به گناه میکشه. پس زمانی که ما میاییم از آنچه که خدا خلق کرده، هر چی که هست، گوسفند، پول، مال، هر چیزی که در این دنیا مال خداست، میاییم یک چیزی رو از اینجا به حضور خدا تقدیم میکنیم، در واقع داریم اینو میگیم خداوندا من دارم درک میکنم که مالک من نیستم، مالک تو هستی، و من از آنچه که تو منو برش مدیر گذاشتی دارم به حضور تو تقدیم میکنم. وقتی که از این زاویه نگاه میکنیم به مسائل قربانی که قرن 21 افراد قرن 21 بهش نمیتونن نگاه کنن، از این زاویه دقیقاً یک چیز طبیعی از جانب انسانه، یک حالت ستایش از جانب انسان داره. تو میتونی گوسفندی که قربونی نکنی، برای اینکه اون دوران گذشته، بر اساس آنچه که باز عبرانیان میگه اینها سایه بودند، ولی ما قربانی بالاتر داریم که باید تقدیم بکنیم که از قاب و گوسفند بالاتره. و اگر بهتون بگم اون قربانی چه، ترجیح میدید که به گوسفند قربانی کنید؟ اون قربانی خود شما هستید. لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم، رومیان فصل 12 آیه 2، بدنهای خودتون رو قربانی زنده مقدس و پسندیده خدا بگذرانید. همشکل این جان نشوید، بلکه به تازگی ذهن، ظاهر، صورت، اعمال، رفتار خودتون رو تغییر بدید تا بدونید که اراده خدا برای شما چی هست. خیلی از مواقع میخوایم اراده خدا رو برای خودمون بدونیم بدون اینکه قربانی درست در حضور خدا داشته باشیم. کدوم الان سخت‌تر شد؟ اینکه من دهنم رو، چشمم رو، قلبم رو، پام رو، دستم رو به حضور خدا به عنوان قربانی بذارم، یا اینکه یه گوسفند بیارم به حضور خدا تقدیم کنم؟ راستشو بخواید من حاضرم یه گله گوسفند تقدیم کنم.
قربانی یک چیز درستیه، طبیعیه برای انسانی که درک میکنه که من مالک نیستم، خدا منو به عنوان ناظر گذاشته و خدا حساب میطلبه. دومین چیزی که ما رو در امر قربانی کمک میکنه، رساله عبرانیان داره مطرح میکنه آقا این مسئله قربانی کردن عمیقاً ریشه در آگاهی بشر داره، در این که یک چیزی غلطه و لازمه درست بشه، یه چیزی غلطه و لازمه درست بشه، و این در وجدان هر بشری از جانب خدا گذاشته شده. وجدان آن کد اخلاقیه که به انسان میگه چی خوبه چی بده. شما نمیتونین از وجدان انسان بیرون ببرید. افکار لیبرالی در قرن گذشته سعی کرد که برگرده بگه آقا جان این چی، شما میگی گناه 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 گناه، گناهی وجود نداره. و هی از طریق چی میگن روانشناسانه سعی کرد که بشر رو متقاعد بکنه که خودو با این حرفا گول نزن، که یه جوری بشر احساس خودش از احساس گناه آزاد کنه. ولی در قرن 21 ما از سر نو با مفهوم این حس خطا و گناه داریم روبرو میشیم، برای اینکه جامعه ما بیش از هر زمان دیگه در شرم، در ننگ، در خشونت و در این حس خطا غرقه و نمیدونه که باهاش چیکار بکنه. باور نمیکنید مصرف داروهایی رو که صرفاً میخواد انسان رو یه جوری نشه بکنه که این مسائل رو از یاد ببره، ببینید چقدر زیاد و زیاد و زیادتره. هیچ چیز نمیتونه وجدان رو تمیز کنه. حتی قربانیهای عهدتی، در عهدتی خدا در روز کفاره گذاشته بود که انسان‌ها بیان و به خاطر اون کاری که خدا عهدتی به ماورای خودش نگاه میکرد، اون کاری که خدا قرار بود در آینده انجام بده در عهد جدید، میومدن و اینها برای گناهان قوم، همه قوم در روز کفاره قربانی تقدیم میکردن به حضور خدا. ولی وقتی که قربانی رو تقدیم میکردن خیلی ناراحت از اونجا میرفتن. میدونید چرا؟ برای اینکه میدونستن که سال بعد دوباره باید بیان. چرا؟ برای اینکه این قربانی به شکل موقت روی گناه رو میپوشون که غضب خدا اینها رو خاکستر نکنه. ولی اون لکه گناه، اون چیزی که گناه اونجا گذاشته بود از بین نمیرفت. اینجوری بهش نگاه کنید. وقتی که یه مهمونی دارید که این مهمون بی توجهه و شما بهش چای میارید تو این ماگا و نلبکی زیرش نداره و این مهمون ورم داره طلاب بدون که از اون چیزای زیر لیوانی استفاده کنه، اونو ور نمیداره، قشنگ میذاره رو میز خیلی قشنگ شما، و وقتی که میره یه اینجوری دایره افتاده، شما نمیتونید اونو به هیچ وجه از بین ببرید. دلت نمیاد میزو بندازید دور. چه کار میکنید؟ یه دونه از این روسری چی میگن رومیزی هایی که از ایران براتون آوردن، ترم فلان بهمان، تپ میذارید روش، یه گلدونه میذارید روش که کسی ور نداره. ولی شما به فکر زیبایی نیستید، شما میخواید اون لک رو بپوشونید. قربانی کفاره هر ساله ضمیر وجدان انسان رو تمیز نمیکرد، تنها کاری که میکرد میپوشون که غضب خدا با دیدن اون انسان رو از بین نمیبره. برای همینم در روز کفاره روز ماتم بود، برای اینکه میدونستن که سال آینده هم باز باید بیان، یه سال دیگه هم باز باید بیان. و اینها تصویری بود از اون قربانی واقعی، قربانی نهایی عیسی مسیح. عزیزان از دید الهیاتی نگاه بکنیم به این مسئله. خدا نژاد انسانی رو برگزید و بر این دنیا گذاشت که این انسان‌ها تحت رهبری خدا بیان آن نظام حکیمانه رو، آن نظام الهی رو بر این دنیا استوار کنند. وقتی که نژاد انسانی گناه کرد، خدا اومد قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرد که این قوم بیاد و وسیله باشه در دست خدا که از طریق او نجات برای مردم دنیا بیاد، از این وضعیت گناه اونها رو نجات بده. وقتی که قوم بنی اسرائیل در گناه ادامه داد، میبینیم که خدا اومد یک خانواده رو از میان اینها انتخاب کرد، خانواده هارون رو، که بیاد اینها برای این قوم حالا نزد خدا واسطه باشن، وسادت کنن.
میکنن، ولی اون هم قصور ورزید. ببینید هرم داره کوچکتر و کوچکتر میشه و میبینیم که در نهایت در یک نقطه در عیسی مسیح میبینیم که هدف نجات خدا جامعه عمل میپوشه. آن کاهنی که خدای حقیقی هست، آن کاهنی که بشر حقیقی هست، اون کاهن بین انسان و خدا واسطه میشه و توسط این کاهن انسان به نجات، به حضور خدا وارد میشه، به آرامی حقیقی، به سرزمین موعود، در جایی که رو در رو میتونه با خدا در رابطه دو طرفه باشه. برای همین هم هستش که عبرانیان داره مطرح میکنه با این مطلب. نتیجه داره میگیره. نتیجه چی هستش؟ بیایید به آن کامل کننده ایمان، به عیسی مسیح، به او نگاه کنیم. حال که این همه قهرمان ایمان رو داریم که اینها به خاطر همین عیسی و برتریش حاضر شدن از جان و هرچی که دارن بگذرن ولی او رو ول نکنن، حال که یک چنین تماشاچی داریم که برای ما هورا میکشند، بیایید در این لیست قهرمانان ما هم جای خودمون رو داشته باشیم، با صبر، با تحمل، با اشتیاق چشم به عیسی مسیح بدوزیم و در اثر قدم‌های او در این زندگی جلو بریم. چون اگه این کار رو نکنیم خسته خاطر میشیم. بیایید، میگه با دلیری به تخت فیض نزدیک بیاییم. همه این کار رو خدا کرده برای اینکه فیضشه. به تخت فیض نزدیک بیاییم. با اعمالتون نیست، به خاطر محبت خداست. به اون بچسبید که سقر از فیض. میگه با دلیری به نزد تخت فیض بیاییم و از او آن فیضی رو حاصل کنیم که امروز الان بهش احتیاج داریم. رساله عبرانیان اینه. چه باید بکنیم در این پی عیسی رفتن؟ عیسایی که برتره، برتر از هر چیز، پسر خدا، بشر، رهبر، پیشرو، کاهن، قربانی، قهرمان، دیروز، امروز، تا ابد.